به گزارش کیهان لندن خبرنگار نشریه سوئیسی ولت واخ که با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کرده است، می نویسد که رضا پهلوی 19 ساله بود که خمینی پدر وی را از تخت پادشاهی پایین آورد. رضا پهلوی در سال 1979 انقلاب را از فاصله دور و مطمئن در تگزاس دنبال می کرد، جایی که در یک پایگاه هوایی آمریکایی در حال دیدن دوره خلبانی بود. از آن زمان وی در تبعید از کشورش زندگی می کند و با گروه های اپوزیسیون در ارتباط است. اینک ولیعهد ایران می خواهد ایران را از سرکوب و فشار آیت الله ها آزاد سازد. رضا پهلوی نقش خود را برای دوران انتقال در تقویت پیوند و همبستگی تعریف می کند. او در این مصاحبه گفته است که فقط یک راه حل وجود دارد و آن این است که جمهوری اسلامی باید برود. به همین دلیل من برای نخستین بار به لزوم همگرایی نیروهای اپوزیسیون رسیدم که تاکنون با یکدیگر مبارزه می کردند. ولی حالا باید با همدیگر درباره آلترناتیوها تعامل کنند. موقعیت ما برای موفقیت با همگرایی و همبستگی به طرز مؤثری بهبود یافته است. او گفته است که من همه شهروندان را فرا می‌خوانم که مسئولیت خود را در این امر خطیر هر کس هر طوری که می‌تواند بر عهده بگیرد. اما نکته جالب آنجاست که او همچنین گفته است که تفکراتش را هم با دموکرات‌های آمریکا و هم جمهوری‌خواهان در میان گذاشته است که در این میان به پیام‌های ترامپ انتقاد دارد، چرا که می‌گوید به دلایلی پیام‌های ترامپ نگران کننده است. برای شنیدن ادامه این مصاحبه شما را به دیدن ادامه این برنامه دعوت می‌کنیم. شاهزاده رضا پهلوی در جواب این سوال که بدترین بلایی که آیت الله ها بر سر ایران آوردند چیست، میگوید این را میتوانم با یک مثال از دوران کودکی خودم پاسخ بدهم. وقتی 10 سالم بود مادرم مرا اغلب با خودش به جزیره کیش در خلیج فارس میبرد. این جزیره آن زمان نیز مثل امروز یک محل محبوب برای گذراندن تعطیلات ایرانیان بود. یک بار مادرم با من از دبی در آن سوی جزیره بازدید کرد که آن زمان، یعنی در دهه 70 میلادی، هنوز یک بندر کوچک بود. در آن دوران ایران در تمام منطقه یک الگو برای پیشرفت و سیاست مدرن به شمار می رفت. اما وقتی امروز ایران و دبی را مقایسه می کنم، فقط می توانم بگویم که نگاه کنید که دبی به چه دستاوردهای فراوانی نائل شده است. امروز ایرانیانی که توان مالی سفر به اروپا را ندارند به دبی می روند تا در آنجا از امکاناتی استفاده کنند که در ایران خودمان به دست آیت الله ها از دست دادند و آن مدرنیته و پیشرفت است. آنها به خودشان میگویند ما این همه ظرفیت های عظیم داشتیم، ولی در کشور ما آیت الله های دیوانه حکومت را در دست دارند که به جز تأمین مالی جنگ افروزی ها در منطقه مأموریتی ندارند و به همین دلیل جان همه از این رژیم به لب رسیده، نه فقط در ایران بلکه در تمام منطقه، چرا که این رژیم تنها هدفش صدور ایدئولوژی افراطی خود است و نه سازندگی. آیت الله ها در 40 سال گذشته روند یک تغییر و تحول سالم به سوی مدرنیته را ناممکن کرده اند. حالا باید فرهنگ ما از نو شکوفا بشود تا بتوانیم شاید دوباره به جهان مدرن متصل بشویم و با دنیا همراه شویم. این روند سالهای بسیاری طول خواهد کشید، شاید 20 سال و شاید حتی 30 سال. شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به سوال در مورد اینکه در اروپا خیلی ها روی گفتگو با تهران حساب می کنند تا مشکلات را حل کنند و نظر او چیست، می گوید این بسیار ساده لوحانه است. من همزیستی غرب با رژیم را کاملا منتفی می دانم. DNA آنها در تناقض کامل با ارزش های غربی قرار دارد. هیچ تفاهم و توافقی با چنین آدم هایی ممکن نیست و غربی ها هم این را می دانند. در اینجا خبرنگار از شاهزاده میپرسد که شما 13 سال پیش نیز در مصاحبه‌ای که داشتیم گفتید زمان آن رسیده که به حکومت آیت الله ها پایان داد. شاهزاده در پاسخ میگوید که در سال 2009 که اعتراضات سراسری علیه رژیم برگزار میشد و سرکوب شد، آن موقع اصلاح طلبان و محافظه‌کاران در برابر هم قرار داشتند و محافظه‌کاران مدافع شرایط موجود بودند. مردم هم هنوز امیدی به بهبودی اوضاع داشتند. اما از 2 یا 3 سال پیش
دیگر کسی دچار این توهم نیست که رژیم دست به اصلاحات بزند. به همین دلیل برای آنها فقط یک راه حل وجود دارد و آن این است. جمهوری اسلامی باید برود. چرا که از این رژیم دیگر هیچ کاری ساخته نیست جز اینکه کشور را بیش از پیش ویران کند. به علاوه ایرانیان نه تنها معتقدند که این رژیم برای هر نوع بهبود بخشیدن به اوضاع ناکار آمده است، بلکه اصلا حقانیت هم ندارد. و به همین دلیل من برای نخستین بار به لزوم همگرایی نیروهای اپوزیسیون رسیدم که تاکنون با یکدیگر مبارزه می کرده اند، ولی حالا دیگر باید با همدیگر درباره آلترناتیو ها تأمل کنند. خبرنگار در اینجا می پرسد که شما در پیمان نوین می نویسید که می خواهید عظمت ایران را به آن بازگردانید. منظورتان چیست؟ شاهزاده می گوید ما در طول قرنهای کشور متنوع و قلمروی اقوام گوناگون با ادیان متعدد بوده ایم. به عنوان نمونه فارس و کرد و عرب و مسیحی و مسلمان و آذری و یهودی و غیره همگی در صلح با همدیگر زندگی کرده ایم تا اینکه خمینی آمد. وقتی ما 2500 سال در تاریخ خود به گذشته نگاه می کنیم به کوروش بزرگ می رسیم که اساس حقوق بشر را در کتیبهش بنیان گذاشت. این طنز تاریخ است که حقوق بشری که اساسش در ایران نوشته شده در ایران امروز به شدت پایمال می شود. کوروش به همه مردمان آزادی داد تا با عقاید خودشان زندگی کنند و به همین دلیل او در نزد ما هنوز و همواره محبوب و مردمی است. این در طبیعت مردم ماست که به جلو قدم بردارند، در حالی که این رژیم آنها را وادار می کند به عقب بروند. من همه شهروندان را فرا می خوانم مسئولیت خود را در این امر خطیر هر کسی هر طوری که می تواند بر عهده بگیرد تا بیش از این فرصتها را از دست ندهیم. سؤال بعدی خبرنگار این است که شما برای براندازی رژیم فعالیت می کنید. به نظر شما این کار باید چگونه انجام شود؟ شاهزاده می گوید با کمک فروپاشی اقتصادی. منابع مالی حکومت که با آن لشکریان مزدورش از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را تغذیه می کند باید تمام شود. فقر در خانواده های آنها نیز باید گسترش یابد تا بفهمند که این رژیم دیگر کارا نیست. در ماه‌های گذشته من هر بار اطلاعات بیشتری از رده‌های مختلف یونیفرم پوشان دریافت کرده‌ام، نارضایتی در میان نیروهای نظامی را گسترش یافته دیدم. چرا که درآمد آنها نیز برای تأمین خانواده‌هایشان کفاف نمی‌دهد. تاریخ نشان می‌دهد که سوء مدیریت اقتصادی مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند و به سرنگونی رژیم منجر می‌شود. ما این را در اتحاد شوروی دیدیم، در اروپای شرقی دیدیم و از جمله در آلمان دموکراتیک. در اینجا خبرنگار می‌پرسد که به نظر شما رژیم کی از درون فرو خواهد پاشید؟ شاهزاده، خوشحالم که شما نیز از فروپاشی درونی حرف می‌زنید. برای اینکه آنهایی هم که از یک حکومت سکولار و دموکرات دفاع می‌کنند، به خوبی می‌دانند که کشور بنیه تحمل هرج و مرج دیگر را ندارد. به همین دلیل می بایست ساز و کارهایی را آماده کنیم که بلافاصله بتوان وارد عمل و مدیریت و مانع هرج و مرج شد. ما برای یک فروپاشی کنترل شده تلاش می کنیم. ما نمی خواهیم کشور به زیر بار یک آشوب دیگر برود. ما به نافرمانی مدنی و مبارزات خشونت پرهیز معتقد هستیم. به این ترتیب فرصت خواهیم داشت تا دوران انتقال را خوب سازماندهی کنیم. خبرنگار از شاهزاده می پرسد که یعنی آیا الگوی گاندی را دنبال می کنید؟ شاهزاده، دقیقاً. می خواهم ایرانیان دیگر سر کار نروند و ایرانیانی که درآمد خود را از دست می دهند باید از سوی یک منبع مالی حمایت بشوند که از خارج تأمین می شود. در حال حاضر اما به دلیل تحریم ها واریز کردن پول برای ایران ممکن نیست. به همین دلیل ما به گروهی از نمایندگان در آمریکا پیشنهاد کرده ایم که تحریم ها را با این شرایط تطبیق بدهند. با شیوه کنونی نه تنها نیروهای ضد مردم در ایران تنبیه می شوند بلکه مردم هم تنبیه می شوند. سیاست ها باید متناسب با شرایط مردم تنظیم شود. شاهزاده در مورد ارتباط با ترامپ نیز می گوید که متاسفانه نه، تا کنون با او ارتباط نداشتم. اما او فقط اطلاع می دهد که برای مذاکره با رژیم آماده است. این موضوع در میان دیگر اندیشان و مردم این پرسش نگران کننده را مطرح می کند که آیا یک بار دیگر مورد خیانت قرار می گیرند و تنها گذاشته می شوند؟
پیام‌های او خطاب به رژیم مرا نگران می‌کند. هر کسی که در 3 نوامبر برنده انتخابات شود، چه دونالد ترامپ و چه جو بایدن، می‌بایست توجه داشته باشد که پیام‌های آنها می‌بایست به سوی مردم باشد و نه برای رژیم. این خط قرمز مردم است، چرا که مردم باید بدانند که تنها گذاشته نخواهند شد. خبرنگار، اجازه بدهید در پایان این پرسش را مطرح کنم. آیا اگر شما به پادشاهی فراخوانده شوید، بر تخت خواهید نشست؟ شاهزاده، طبیعی است که این بسیار سبب افتخار من خواهد بود. اما می‌خواهم ترجیحاً در فرم دادن مبانی ایران نوین مشارکت داشته باشم، چرا که این کار را بهتر می‌توانم. من خودم را بیشتر در نقش وکیل مردم می‌بینم. در این روند خیلی‌ها باید همکاری کنند و نباید گذاشت که فرایند تغییر رژیم به شوی یک نفره تبدیل شود. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.